به نام خدا شاگردای عزیز و گرامی سلام خوب هستین بخیر هستین جور هستین امیدوارم که سلامت باشین شاگردای عزیز به مضمون ریاضی صنف هشتم خوش آمدید شاگردای عزیز و گرامی ما و شما مضمون ریاضی صنف هشتم میخوانیم درست است فصل چندم هستیم فصل پنجم قضایای مثلث درس دوم خب قبل که بگیم اهداف درس امروز ما و شما چی است کارخانه ما روان کردن یا نه؟ گفتیم از چی طریق روان میتونین؟ از طریق واتساب نمبرش هم خودتون بگین 20964 780 255 40 13 درست است اگر کدام سوال یا کدام مشکل در حل کارخانگی دارید میتونید با ما در ارتباط شوید از طریق همین نمبر خب شاگرد عزیز هدف درس دوم یا اهداف درس دوم ما و شما چی است ما و شما اول قضیه فیثاغورس میخوانیم یا فیساغورس هم گفته میشه سیست فیساغورس یا فیساغورس فرق نمیکنه و دو عکس قضیه فیساغورس عکس یعنی سرچپه یعنی برعکس سعیست پس اول قضیه فیساغورس رو میخوانیم و بعد عکس از رو میخوایم عکسش یعنی سرچپه رو میخوایم و قضیه فیساغورس کی بوده؟ فیساغورس یک ریاضیدان و فیلسوف یونان باستان بوده سیست که یک قضیه در ریاضیات داره که بسیار مهم است ما و شما دوره بفهمیم که چی و خیلی کاربرد دارد در خیلی از مباحث ما و شما کاربرد دارد پس میرم سر تخته من با شک برای تشریح میکنم که قضیه فیثاغورس یا رابطه فیثاغورس هم برش گفته میشه فرق نمیکنه فیست که چی است پس بریم سر تخته <متصفح> خب شاگرد عزیز و گرامی قضیه فیثاغورس یا فیثاغورس فرق نمیکنه قضیه فیساغورس یا فیساغورس خب چی است؟ گفتیم که آقای فیساغورس یک ریاضیدان و فیلسوف یونان باستان بوده و در سال 530 قبل از میلاد میزیسته و چی قضیه کشف کرده چی قضیه رو دریافت کرده ای؟, ای گفته که اگر ما و شما یک تا مسلسه چی داشته باشیم؟ قایم زاویه یک تا مثلث قائم الزاویه رو بفهمیم چی هست مثلث که یک زاویه چی داشته باشد 90 درجه داشته باشد به با اون میگیم مثلث قائم زاویه. درست است خب و به ضلع روبر به زاویه قائم یعنی زاویه که ما شما قائم است یعنی ضلع روبرش برش میگیم چی وتر برای میگیم نامی چی است نام است وتر یا وترم. برای بعضیا وتر یا وتر گفته میشه فرق میکنه. وتر بگیم یا وتر بگیم صحیح خب اما آقای فیساغورس گفته که ما شما اگر یک تو مثلث قائم زاویه داشته باشیم و نام وقتش باشه سی با عنوان مثال نام یک تا زل دیگهش ای باشه یا زل دیگهش بی باشد صحیح است و اندازه از این مثلا باشه عدد است که تو از میتون با خط کش اندازه بگیریم یک عدد میشه اینم یک عدد میشه یک عدد میشه و در هر مثلث قائم زاویه این رابطه که نوشته میکنیم کنیم این را آقای فیثاغورس کشف کرده و نام خود برش مانده و گفته این رابطه همیشه در مثلث های قائم زاویه درست است و او چی است رابطش به این شکل است که وقت ما و شما اگر مربع بسازیم او اعداد دیگر زلهای دیگر مربع بسازیم با هم جمع بکنیم با وتر چی میشه؟ با مربع وطر مساوی میشه یعنی A مربع جمع B مربع پس ای چی است؟ رابطه فیثاغورس یا قضیه غزیه... قضیه فیثاغورس یا فیساغورس برخوانده میشه فرق نمیکنه. پس دقت کنید چه گردی عزیز در یک مثلث قائم زاویه شرطی است که مثلث ما و شما چی باشد قائم زاویه باشد یعنی یک زاویه 90 درجه داشته باشد و مربع یک طرف مساوی است دقت کنید مساوی و مربع یک طرف است او دیگه مربع بینش هم جمع یک طرف است فهمیدید با عنوان مثال دقت کنید ما و شما یک مثلث داریم مثلث قائم زاویه شما هر مثلث قائم زاویه خودت بکشی ده کتابچه بکش با گونیا یک چی بکش یک تا مثلث قائم بکش بعد زلاشی بیا با خطکش اندازه بگیر دقیق اندازه بگیر و این رابطه رو چک کن 100 درست درست است با آن مثال یک مثلث قائم ما و شما داشته باشیم انی 3 باشد n 4 باشد n 5 باشد اگر ما و شما بکشیم به شک میشه حالا بریم این رابطه رو چک میکنیم وتر مربع وتر چی وتر ما و شما کدام است دقت کنید وتر یا وتر بزرگترین زل ما و شماست که 5 است پس میشه 5 مربع مساوی است سه مربع جمع چار مربع سه مربع یا سه به توان دو جمع چار به توان دو خب پنج به توان دو یا پنج مربع چی میشه؟ پنج پنج بیست و پنج پس این شد بیست پنج مساوی است با سه مربع سه و یا سه ضرب در سه جواب چند میشه سه سه نو این سه دو نگه شش جواب شو شاگرد از دیدم بعد شاگرد میگه سه دو شش این توان است یا طاقت است طاقت یا تو نفس دیگه نه این دیگه طاقت چی است یعنی سه رو دو بار باید در خودش ضرب بسازی پس میشه سه سه نو جمع 4 4 16 باز این 4 دو نگه و غلط میشه 4 4 16 خب بر که 25 خودش مثلا جمع 16 بساز نو باشه جمع شه چند میشه یک تا روی از زبان که میشه 10 و هم 15 میشه 25 پس 25 و 25 مساوی است پس رابطه فیثاغورس یا قضیه فیثاغورس چیفت برقرار است در هر مثلث قائم زاویه اگر ما شما داشته باشیم این قضیه 100 درصد درست است فام چه رقم شد نه خب ولی سواله چه رقم می آید شاگرد عزیز دقت کنید ما شما اگر یک تا مثلث قائم زاویه داشته باشیم از سه تا حال وقت یا دو تا زل دیگه دو تاشه به ما و شما میته یک تاش رو نمیته یک تاش مجهول میمونه ایکس میمونه میگه رو تو دریافت کن به عنوان مثال دقت کن مثال ما و شما یک تو مثلث قائم زاویه داریم به این شکل مثلث به شرطی که قائم زاویه باشه پس غزی فیثاغورس یا فیثاغورس در مثلث‌های قائم زاویه فقط برقراره در دیگه مثلث‌ها برقرار نیست تا فکرتون باشه مثلث قائم زاویه خب با ما و شما مثال با مثال این به ما شما میتا چند این مت 6 شش این رو میتا اشت این مگه ایکس دریافت کن خب ما شما باید ایکس دریافت کنیم چون شاگرد عزیز مسلس ما و شما چی است قایم و زاوی است مسلس ما شما قایم و است پس قضیه قضیه فیساغورست چی است برقرار است سیست قضیه فیساغورست یا رابطه فیساغورست برقرار است پس این رو میریم نوشته میکنیم برش خب رابطه فیثاغورس چی است گفتیم که وتر همیشه یک طرف است ها شاگرد عزیز دقت کنید وتر همیشه وتر ما و شما چی است وتر همو زل بزرگتر زل روبرو به زاویه قائمه. عمر میگیم وتر او همیشه در مدای رابطه که نوشته میگه در سمت یک طرف مساوی بود نوشته کنی او دیگار سمت راست مساوی نوشته میکنه صحیح خب وتر ما و شما چی است ایکس است پس میشه ایکس مربع مساوی است با خب 6 مربع جمع چند؟ 8 مربع خب ولی کار میکنیم x مربع که خب نمیفهمیم خودش نوشته نمیکنیم چون مجهول هست دیگه x مربع مساوی است با 6 مربع چند میشه باز نگه 12 2 6 ها میگیم 6 6 6 دو بار باید ده خودش ضرب کنیم 6 6 36 جمع 8 مربع چی میشه 8 8 بگین 64 آفرین خب این x مربع خودش 36 جمع 64 اگر جمع بسازیم 4 کزه 6 ده 6 3 9 9 دو هم 10 ده میشه 100 پس چند میشه؟ 100 پس x مربع شد یک 100 خب دقت کن شاگرده عزیز x مربع شده یک 100 x چند میشه؟ یعنی یک عدد مربع شده یک 100 او عدد چند است؟ آفرین ده ده مربع یکصد میشه چون ده ده چی میشه ضرب میشه ده ضرب ده, ده میشه یکصد پس میتونیم نشته کنیم x ما و شما چی میشه میشه ده اما چی رقم می دراف میکنیم فکرتان باشد x مربع که یکصد شوه x چی میشه x میشه جذر یکصد میتونیم جایی این به عنوان فرمول در نظر بگیریم چون همیشه ما شما جواب ما شما به شک دریافت نمیشه که بگیم که x x مو... چی میشه جذر یکصد که جواب چند میشه میشه ده چون بعضی وقتا این 19 نیست این 10 تا است پس با نیر تر کنم پس x چند شد؟ شد جزر یکصد که جواب شد 10. پس x ما شما چند شد؟ 10 شد سهیست؟ پس این شش باشد، باشه x ما شما چند دریافت شد؟ 10 دریافت شد بعضی وقتا به این شکل است که شاگرده عزیز جذر ما شما چی است؟ جوابش تام نیست مش اشاریه میشه پس ما با این شکل میکنیم x مربع که یک عدد شد x میشه جذر و عدد این یادتان x مربع که مساوی با یک عدد شد x چه میشه جذر و عدد میشه صحیح است البته شاگرد عزیز دقت کنید باز در صنفهای بعد میخوانیم در اصل میشه مثبت منفی جذر و عدد که رو در صنفهای بعد باز میخوانیم که چرا مثبت منفی میشه صحیح چون باید قیمت مطلق را بخوریم تا بفهمیم که چی میشه سیست پس فعلا x مربع اگه یک عدد شد ما میگیم x چی میشه جذر و عدد میشه این یادتون باشه بسیار آسان میشه جذر 100 هم ده میشه اگر جذرش دقیق نبود مثلا بود 90 جذر 90 خود دقیق نیست دیگه نه جذر 81 میشه 9 جذر 100 میشه 10 اما جذر 90 میشه چند نو اشاریه خورده ای میشه دیگه 9 اشاریه شد اون ما هم جذر 90 نوشته دیگه دریافت نمیکنیم به شکل جذر میمانیم یا دماشینه صف میزنیم و تا دو رقم عشری میتونیم دریافت کنیم یا که با جذر خود جذرو خواندیم دیگه در سینف هفتم خواندیم دیگه در در سینف هشتم خودمون خواندیم در چی میکنیم در جذر با چند رقم عشری میتونیم دریافت کنیم صحیح پس فرمیده چه رقم شد پس رابطه فیثاغورث چیه یا فیثاغورس گفتیم چی است میگیم که یک تا مثلث قائم زاویه ما شما اگر داشته باشیم در هر مثلث قائم زاویه وتر مربع یک طرف دیگا مربع یک طرف بینش هم جمع یا این مفاهی همیشه برقرار میشه حالا سوال تو ما و شما چرا رقم میته با ما و شما یک تا مثلث قائم زاویه میته دو تا از زلار میته یک تا دیگر نمیته میگه اور تو دریافت کو خب میتونه او وتر باشه میتونه یک تا از یا باشه فرق نمیکنه من یه بار پاک میکنم شاگرد عزیز یک تا مثال کار میکنیم که وتر با ما شما داده این هشام داده این شش میگه تو دریافت کو عنوان مثال صحیح خب دقت کنید پس من تختر پاک کنم خب شاگردای عزیز یک تا دا مثال دیگه کار میکنم من با اون مثال با ما و شما به شک داده یک یک دو دا مثلث داده گفته مثلث چی است قایم و زاویه است وقتی قایم زاویه باشد چه رابطه فیثاغورس روش چی است برقرار است فهمیدی خب مثلث قایم و زاویه است این یک زاویه 90 درجه دارد صحیح است یک زاویه 90 درجه دارد با ما و شما داده ایره 13 ایر داده 12 و ایر داده x گفته x دریافت کو مثال قبلی که کار کردیم چی بود وتر ما شما ایکس داده بود گفت ایکس دریافت کردیم دریافت کردیم ده شد نه اما این به شکل وتر داده یک زل دیگر ده، یک تا از زل ها خواسته دیگر خواسته وتر به ما شما داده خب باز دوباره چون مثلث قائم زاویه است رابطه فیثاغورس روشی است برقرار است پس نوشتن میکنیم پس دقت کن شاگرد عزیز وتر مربع یک طرف است همیشه وتر یک طرف است وتر مربع یک طرف دیگه یک طرف پس X مربع جمع دوازده مربع در مثال قبل دیدیم که x به بر بود دیگه نه چون وتر ما و شما x بود نداده بود ما در یک طرف نشه کردیم ولی 13 وتر یک طرف است او x و او 12 در طرف باید باشد خب حالا بریم دریافت کنیم 13 مربع چی میشه 13 رو ضرب در 13 بساز 13 رو ضرب در 13 میشه 169 مساوی است با x مربع رو خود نداریم خودش نوشته میکنیم اما 12 مربع 12 ضرب در 12 بساز چند میشه 144 آفرین پس میشه 100 چلو خب حال یک باید دریافت کنیم یک تا چه هست؟ معادله است سیست مصبت یک سده چلو انتقال بدیم چی میشه؟ میشه منفی یک پس میشه یک و نو منفی یک سد و چهار با X مربع پس دقت کنید باید به این, با این نوشته کنید که بفامید شکر عزیز یا کنید من میکنم این مربع را کار دادن. خودش نوشته میکنم یعنی 144 دو بار انتقال داده میشه میشه منفی 144 پس 169 خودش منفی 144 سهیست؟ خب آلی یعنی مسایی خودش نوشته میکنم یک مربع خودش نوشته میکنم 169 منفی 144 یعنی 169 علامش مثبت است 144 منفی شده خب آلی چی میشه هم علامه نیست باید کم بسازیم کم که از هم دیگه چند میشه 4 از 9 میشه 5 4 از 6 هم میشه 2 یک از یک هم صرف میشه 25 سهیست؟ پس x مربع شد چند شد 25 حال x چی میشه گفتیم خود x چی میشه میشه جذر 25 از 25 چند است 5 است دیگه نه پس من اینو به ای بر برنامه‌نویسی می‌کنم فرق نمی‌کنه دیگه نوشته می‌کنم x ما و شما چی میشه میشه جذر 25 که جواب چند میشه 5 میشه پس جواب ما و شما چند شد شد 5 پس x ما و شما 5 است پس, پس چی شاگرد عزیز قضیه فیسا غرث یا رابطه فیسا غرث برش گفته میشه فرق نمی کنه و گفتم که سوالش به چه شکل سوالش به این شکل که یک تا مثلث قائم زاویه شرط نقطه اساسی همیست هست شاگرد دقت کنید بسیار مهم است که باید مثلث ما و شما چی باشد یک تا زاویه 90 درجه داشته باشه. تا رابطه روشی چی باشه برقرار باشه صحیح پس نقطه دوم چی است وتر همیشه یک طرف است وتر مربع یک طرف دیگا مربع یک طرف هم چی است یاردو جمع است صحیح است حال سوال با ما و شما چه رقم میته از این دای مثلث قائم زاویه به ما و شما میته دو تا از این اعداد میته یک تاشو نمیته گفته رو دریافت کو فقط فکسان باشه دا بسیار مهمه که وتر ما و شما مربع که میکنیم یک طرف باید نمیشته کنیم وتر مالی یا عدد باشه دا ایکس باشد فرقی نمیکنه او یک طرف باشد دیگه باید یک طرف دیگه باشه خب شاگرد عزیز و گرامی پس قضیه فیثاغورس یا رابطه فیثاغورس هم ما و شما چی خواندیم پس من ما تیک مارک میکنم پس چی شد خلاص شد خب اما دومی دومی ما و شما چی است عنوان دوم ما و شما عکس قضیه فیسا قرص است عکس یا سرچپش چی است بریم سر تخته تخته رو پاک میکنم و برای تشریح میکنم که چی است درست است پس بریم سر تخته <applause> خب شاگرده عزیز عکس قضیه فیسا غور پس من نوشتم میکنم عکس یا عکس چی میشه برعکس میشه فرق من میگم برعکس یا عکس قضیه فیسا غورس. خب عکس قضیه چی است دقت کن چه عزیز اگر اون بسیار مهم است خود قضیه چی بود خود قضیه به شک میگفت میگفت که اگر ما و شما یک تا مثلث چی داشته باشیم یک تا مثلث قائم و زاویه مثلث چی باشد؟ قایم و زاویه داشته باشیم ای ای باشد ای بی باشد ای سی باشد و مثلث چی است؟ قایم و زاویه یعنی یک زاویه 90 درجه ما شما داریم و نتیجه چه بود؟ نتیجه می گرفتیم که این رابطه چی است؟ برقرار است یعنی سی مربع وتر مربع یک طرف ای مربع جمع بی مربع سهیست؟ این میشه خود قضیه فیسا غرص اما اکسی چی سرچپه برعکس ازی میگه که اگر ما و شما در چی میشه از بر بایی برن باید نتیجه بگیریم میگه که اگر ما و شما یک تا مثلث داشته باشیم نمیفایم و قایم زاویه است یعنی. اما اگر این رابطه رویش برقرار بود یعنی بزرگترین زلش مربع کردیم او اردو یک طرف ماندیم او اردو زل دیگر مربع کردیم دیگر طرف مساوی ماندیم جمع ساختیم واره جواب اگر مساوی شد یعنی این رابطه برقرار بود 100 درصد او مثلث چی است قائم زاویه است آفرین پس این چی میشه عکس قضیه فیسا قرص پس چی, ف... چی گفتیم اگر درک یک است ما آمدیم این رابطه رو را چک کردیم و دیدیم رابطه درست بود یعنی مسائل برقرار شد پس نتیجه میگیریم که مثلث ما و شما 100 درصد یک تا زاویه 90 درجه دارد قائمه دارد صحیح است سوالش رقم کار میشه به عنوان مثال یک تا مثال به ما و شما متا یک تا مثال به ما یک تا سوال با... یک تا مثلث به ما و شما متا میگه آیا مثلث قائمه زاویه است یعنی شما از کجا میفهمی باید بچکون یعنی رابطه رو را را روش چک کنی رابطه خوال وطر ما شما اونجا وطر ما نداریم دیگه در اونجا بزرگترین زل داریم بزرگترین زل یک طرف مساوی میمانیم زلای دیگر در دیگر طرف میمانیم سیست و چک میکنیم اگر مساوی شد میگیم چی است میگیم که مثلث ما و شما قایم زاویه است پس عکس این خود قضیه بود اول عکس چی میشه عکسش به این صورت میشه یعنی رابطه برقرار به این میشه چی عکس پس ای خود قضیه است قضیه چی میشه عکس قضیه قضیه فیثاغورس این چی میشه عکسه قضیه فیثاغورس از اول بیبه با عنوان مثال سوال امتحان و ما شما میتا میگه آیا مثلث ABC ای بی سی قایم زاویه است خب مثلث ما شما به شکل است با کلانتر بکشم کمی که فرق کنه اینی شش اینی شش اینی ده گفت های مثلث قایم زاوی است خب چه رقم میفهمیم خب ما میریم چی قضیه فیثاغورس این رابطه روش چک میکنیم این رو چک میکنیم, سایست خب چی میکنیم؟ که های دانه خب چرا رقم چک میکنیم گفتیم که بزرگترین زل که همون چی میشه شاید وتر ما شما باشه یک طرف نوشتم میکنیم پس ده مربع را من حالا ای بی سی شما نشون اینجا ای باشد ای بی باشد و ای سی باشد فیست باید چی رو کنیم بی سی مربع بزرگترین زل ما شما بی سی است پس بی سی مربع بی سی مربع باید مساوی بشه با چی ای بی مربع جمع ای سی مربع ای, ای است دیگه نه ای, ای, ای است ای سی مربع صحیح است خود چک میکنیم بی سی و شما چند است بی سی شما 10 است صحیح پس به جای بی سی ده میمانیم پس میشه ده مربع مساوی است با ای بی شما چند است ای بی شما 6 است 6 مربع جمع دو بر چی میشه ای سی ما شما باز 6 است 6 مربع خب دراف میکنیم یارا ده مربع میشه 100 مساوی 6 مربع میشه 36 جمع 6 مربع هم چند میشه؟ سی خب این که یکصد است او بر سی با 36 چند میشه؟ 36 جمع و میشه چند؟ دو با مساوی است؟ نخیه صحیح پس یار مساوی نشد دیگه چون چی میشه؟ این ما شما اگر جمع سازیم میشه 72 دو صحیح پس یکصد با دو مساوی نیست پس روی از مساوی یک تا خط میکشیم یعنی مساوی نشد. خب وقتی مساوی نشد در نتیجه یعنی نتیجه چی میشه نتیجه که مثلث ما شما چون این مسایی برقرار نشد اگر ما و شما این ای برم یک صد میشد مساید برقرار میشد میگفتیم که مثلث ما و شما چی است قایم و زاویه است پس میگیم نخیر مثلث ABC مثلث و زاویه نیست است؟ پس این هم یک سوال امتحانی به ما شما میتن یک شک میتن میگه کدام از مسلس های زید قایم زاویه است در کارخانه گی داریم از این میکنیم پس فهم چی رقم شد پس شاگرده عزیز و گرامی خود قضیه فیساغورس چی میگفت میگفت اگر یک تا مسلس قایم زاویه ما شما داشته باشیم قایم زاویه باشد 100 فیصد یک زاویه 90 درجه, 90 درجه داشته باشد این رابطه روش برقرار است این رابطه چی بود خود قضیه فیساغورس بود دیگه گفتیم نه وتر مربع یک طرف است دیگه یک طرف است بینش هم جمع است و اگر برعکس حالا عکس خزیه چی میگه اگر در یک مثلث ما و شما این رابطه برقرار باشد 100 فیصد نتیجه میگیریم که مثلث ما و شما چی بوده قائم و زاویه بوده درست است خب شاگرد عزیز درس ما و شما امروز خلاص میشه شاگرد عزیز پس عکس قضیه فیثاغورس ما تیک مارک میکنم پس فهمیدین درست است پس بریم کارخانگی کارخانگی چی میگه تمرین های صفحه 108 و 110 کتاب رو باید حل کنید به ما روان کنید از طریق چی از طریق واتس اپ نمبرش هم بگین خودتان 20964 780, 255, درست است اگر کدام سوالم دارید میتونید با ما در ارتباط شوید از طریق همین نمبر که به شما خواندم خب شاگردای عزیز پایان درس دوم از فصل پنجم درس ما و شما امروز خلاص میشه بخیر شاگردای عزیز و گرامی مانده نباشین بخیر باشین شما رو به خداوند بزرگ و مهربان میسپارم